درود بر شما بینندگان گرامی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه مهمون برنامه مهمون خانه‌های گرم شما هستیم. با برنامه خدیاوند با شما هستیم، با مهمانان گرامی بانو پریوش متقیان، بانو ناهید و جناب آقای رحیمی. برنامه امروز رو مثل برنامه‌های هفته‌های گذشته و روزهای گذشته با موضوعی مختص اجتماع ایران و تمامی اجتماعات پیگیری می‌کنیم. از بانو پریوش متقیان خواستم که خودشون رو یک معرفی کوتاه برای بینندگان ما داشته باشن و در مورد موضوع برنامه امروزمون که در مورد رهبر و پیرو هستش توضیحات بدم، به این صورت که چه تفاوتی بین یک رهبر و یک پیرو بعد دنبال روهای اونها میتونه باشه. سپاسگزارم. با سلام خدمت همگی، من پریوش متقیان هستم، دکتر روانشناس، روانشناس بالینی، همچنین مشاور خانواده و میدیاتور که فکر میکنم ترجمهش میانجیگره، و خیلی خوشحالم که فرصتی در این برنامه دارم که با شما صحبت کنم. خیلی خوش آمدین بانو. مرسی. لطف کردین در مورد اینکه چه تفاوتی بین یک رهبر و یک پیرو و دنبال روهای آنها هست. آره، ما توضیحات مختصر رو بفرمایید. حتما. برای اینکه تفاوت‌های بین یک رهبر و یک دنبال رو بیشتر متوجه بشیم، خیلی بهتر از شباهت‌هاشون شروع کنیم، چون که شباهت‌های زیادی وجود داره. همینجور که با دوست عزیزم خانم ناهید صحبت میکردیم و ایشون فرمودن، ما همه در زندگی میتونیم رول رهبر و یا رول دنبال رو داشته باشیم. این نیستش که فقط یکی رهبره و فقط یکی دنبال روه. توی زندگی ابزار و آلات فراوانی در دسترس ما قرار داره که از اونا استفاده کنیم که زندگیمونو قشنگ اداره بکنیم. باید بدونیم که تا چه میزانی از هر کدوم این ابزارالات استفاده کنیم برای زندگی بهتر که کوالیتی، کمیت و کیفیت زندگیمون مناسب باشه. یکی از این ابزارالات همین رهبری و یا دنبال رویه. چه رهبر خوب، چه دنبال روی خوب، هر دوشون هم میتونن دنبال روی خوب و رهبر خوب هم باشن. ما زندگی شخصی و یک دنبال رو یا من نوعی دنبال روی رهبری زندگیمو انجام میدم، به عهده میگیرم وقتی که تصمیمای خصوصی و شخصی خودمو میگیرم، دیگه مراجعه نمیکنم به جای دیگه برای خیلی چیزای خصوصی زندگی. بنابراین اون رهبری رو در مورد زندگی خودم دارم. اگه یه مقداری جسارت و خصوصیات ویژگی‌های دیگه ای داشته باشم، از این مرزم فراتر میرم و رهبری‌های دیگه انجام میدم. یک رهبر هم در زندگیش به احتمال قوی، به خصوص اگه رهبر خوبیه، دنبال رویای خودشو کرده که یاد گرفته به رهبری رسیده. ما هیچ کدوم، من فکر نمی کنم رهبر به دنیا میایم را دنبال رو به دنیا میایم. یه کامبینیشن از نیچر و نرچر، چیزی که ما به ارث میبریم و چیزی که ما به خاطر تجربه‌های زندگیمون کسب میکنیم، باعث میشه که ما تصمیم‌هایی بگیریم و کانکلوژن هایی برای خودمون تشخیص بدیم و طبق اونها زندگیمون رو اداره کنیم، و اون باعث میشه که تصمیم بگیریم آیا ما رهبری میخوایم بکنیم و یا دنبال روی. تا اینجا این دوتا به هم خیلی نزدیکه. حالا خیلی مختصر بهتون بگم، یک رهبر خوب باید دقت بکنه و موضوعی رو که مورد بررسی قرار میده یا موضوعی رو که داره راجبش تعمق میکنه باید کاملا برای شفاف باشه. نمیتونه بگذره ندونه موضوع چیه و بخواد راجب اون تصمیمی بگیره. باید تعصبات خودش رو نسبت به این موضوع بدونه. باید علاقه من باشه که با دیگران همکاری بکنه و نظر دیگران هم رو بشنفه و یه مقداری امپلمنت کنه داخل تصمیمای خودش بکنه. باید یک نتیجه گیری بکنه که نه تنها عادلانه و جاست هستش، بیشتر راجبه به قول آمریکایی وین وین باشه، همه یه بهره ازش ببرن. و یک آدم دنبال رو تفاوتش فقط اینه که این جسارت ها رو نمی کنه.
این تحور و شجاعت رو نداره که این تصمیم گیری ها، یا آگاهیش رو نداره که این تصمیم گیری ها رو بکنه. سپاسگزارم. پس بنابراین به نظر شما یک رهبر یا پیروش باید انعطاف کافی رو داشته باشن که بتونن حرف همدیگر رو قبول کنن و بپذیرن، و دوم که جسارت انجام این کار رو هم داشته باشن. بله بله. سپاسگزارم. خانم نایی، شما نظرتون در این مورد چیه؟ لطفاً به صورت خلاصه برای ما توضیح بدید. ما صدای شما رو نداریم. صدا دونیم. در درجه اول درود به شما و بینندگان عزیزتون که همیهنان خود من هستن. من فکر میکنم که دنبال رو بودن یا رهبر بودن یک خصوصیتیه که مثل خصوصیت‌های دیگه ما باهاش به دنیا میاییم. منتها محیط زندگیمون از خانواده، بعد اجتماع و افرادی که مدرسه و افرادی که با ما در تماس هستن میتونن که اثر بذارن برای اینکه بیشتر به کدوم طرف بیشتر بریم. دیدیم که در بچگی بچه‌هایی که با هم بازی میکنن یک کدومشون همیشه رهبره، بقیه اونو دنبال میکنن. پس بنابراین باهاش به دنیا اومدن. به طور کلی کسی که رهبره سازندگی داره، میسازه و احتیاج رو درک میکنه، آمادگی داره که سازندگی داشته باشه. ولی کیس دوممون کسی هستش که فرمانو میبره، یعنی که شخص اولی که لیدر هستش فرمانو ایجاد میکنه، درست میکنه، بعد نفر بعدی که فرمانبره فرمانو اجرا میکنه. البته لزومی نیست که اینا توی یه تیم باشن. ضمناً هم هر دوتا من معتقد هستم که باید تا حدودی و حتما هم هستن انعطاف پذیری داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا ما میبینیم که در زندگی زناشویی یه نفر نمیتونه رول رهبر رو به عهده بگیره. فرض بکنی یه نفر توی مسائل مادی بهتر میتونه نظر بده، یکی تو مسائل اجتماعی و یا مسائل دیگه. در نتیجه بستگی داره که کجا تو اون کاری که آدم میکنه کجا لیدره، کجا فالووره. ولی مطمئنن به نظر من اون شم اصلیش رو در موقع وجود تو آدم ها هست. سپاسگزارم از توضیحاتتون خانم ناهید، بسیار عالی. پس برای نتیجه میگیریم که خانواده، اجتماع و افرادی که در دور و بر ما هستن تاثیرگذار هستن در این که ما انتخاب کنیم که رهبر باشیم یا اینکه پیرو به اون رهبر باشیم. برداشتی که من از صحبت‌های شما کردم یک همچین چیزی بود. از جناب رحیمی به عنوان کارشناس خانواده و مدیریت سازماندهی درخواستم اینه که یک جمع‌بندی از صحبت‌های بانوان گرامی ما، بانو پریوش و بانو ناهید داشته باشن تو برنامه امروز رو با توجه به محدودیت وقتمون ببرید. با سپاس از یکایی که دوستان از این که در این برنامه شرکت میکنند. آنچه که مطرح شده به هر حال که ممکنه جنبه فردی داشته باشه، جنبه یعنی که اجتماعی داشته باشه از نظر کمیونیتی و از نظر جامعه. یکایی که مسئله که مطرح شده از نظر رهبر و پیرو بودن از نقطه نظر خانواده میشه بحث بشه دربارش و گفتمانی که در حال حاضر مطرح هست از نظر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی، و اینی که جدن از نظر آموزشی به چه گونه در مدرسه، در دانشگاه و غیره این مسائل مطرح میشه. اگر یکایی که اینها برها جزدارهایی هستن که باید شکافته بشه، که امیدواریم که در برنامه های دیگر ما بتونیم یکایی که این برنامه رو بتونیم به مرحله اجرا در بیاریم. و آنچه که از نظر فردی مطرح هست و از نظر خانواده مطرح هست، برای اینی که زن و مرد هر حال یکایک هر کدومشون درست میتونن تاثیرگذار باشن بر طبق مهارت‌های خاصی که اینها اختیار میکنن.
از نظر موقعیت و مقتضیات و نظر مناسبات و آنچه که در حال حاضر در اجتماع داره میذاره، ما باید فرقی بگذاریم به یک کشور اسلامی یا اسلام زده. آنچه که در ایران در حال حاضر داره میگذره تفاوت خاصی داره به هر حال از آنچه که در کشورهای مثل پاکستان، کشورهای عربستان و غیره میگذره. اگر ما صحبت بر این میکنیم که در حال حاضر در خارج از کشور به عنوان افرادی که در کشورهای دموکراسی زندگی میکنیم از نظر تساوی حقوق این مسائل مطرح میشه در خانواده، به خاطر اینکه زنان شانه به شانه مردان کار میکنن و از تصاویی که دارای تحصیلات عالی هستن که میتونن اقتصاد مالی خانواده رو از این طریق تامین میکنن، از این نظر هم به هر حال در کشورهای غربی ما رو یافت میکنیم. ولی وقتی که به عنوان مهاجرین مثلا رو مینگریم که از یک کشوری که مثلا ایران رو در نظر بگیریم به کشورهای خارج اومدن، با وجود تحصیلات عالی خانوم ها ترجیح میدن که کار نکنن و مرد هستش که تامین معاش میکنه و این میتونه خیلی مسئله ساز باشه. یعنی که اگه ما برگردی بهان جامعه مرد سالاری که در ایران داشتیم و تساوی حقوق و فمینیزمی که جنبش فمینیستی که ما در غرب یافت میکنیم و به خصوص در آمریکا، یکایی که اینها همخوانی و همسویی ممکن نداشته و از نظر مسائل مشاورت خانوادگی و مسائل بغرنج که در خانواده ایجاد میشه خودش مسئله است. اگر ما برگردیم به جامعه، رهبر، وقتی که صحبت از رهبر میکنیم ما چندشمون میشه. رهبر یعنی چی؟ رهبر یعنی بزرگ آقا منظورتونه که یک انگشتر داره مثل در فیلم شهرزاد، اصلا هم دستش گرفته، هر آنچه که میگه همین باید باشه. یعنی مرد سالاری، خان سالاری، ما ایرانیان عادت داریم بگیم آقا رو میگیم خان، مثلا پرویز خان، کوروش خان، نمیدونم خان صدا میکنیم، ولی دوران خان و خانکشی دیگه گذشته. حتی یعنی وضعیتی رو ما داریم در حاضر وقتی صحبت از رهبر میکنیم، یا ولایت فقیه، مرجع تقلید، یعنی افرادی که باید اتومات پیروی همچین فردی باشن. بعضی وقتی که ما از جنبه فردی خودش در میاریم و اینی که آگاهی به افراد میدیم، از نظر آگاهی فردی همونطور که خانم دکتر فریبش فرمودند، و آگاهی فردی به افراد داده میشه و چه از نظر اقتصاد مالی که ناهید خانم گفتند که اقتصاد مالی رو فرد داشته باشه به عنوان یک زن، میتونه به عنوان تساوی حقوق همسان شوهرش نه سایه به سایه بلکه شانه به شانه شوهر عمل بکنه. و همینطور که امروز ما میبینیم در جامعه ایرانی خودمون زنان پیشرو هستن و گردآفرینان که انقلاب رو دارن به پیش میبرن زنان هستن که سر کرنش باید فرود آورد بر یکایک زنان خیابان انقلاب که انقلاب رو به این گونه به پیش برن. همیشه خانم پرند میگفتن که امروزه میشه گفت که در از انقلاب، انقلاب خانمان هست، نظر فمینیستی فقط، از نظر اون در حال گردآفرینانی که در میدان کارزار دارن ساختار شکنی میکنن. با سپاس. سپاسگزارم جناب رحیمی که اشاره کردین به بانوان خیابان انقلاب و مطمئنن همینطور خواهد بود. انقلاب دوم به دست بانوان ایرانی انجام خواهد گرفت. از همه مهمونه عزیزمون بانو ناهید و بانو پریاش هم خیلی سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردن. ما در مورد همین مسئله رهبر و پیرو و موضوعاتی که مطرح کردین همگی شما گرامیان باز هم برنامه هایی رو خواهیم داشت، ولی وقت این برنامه ما به پایان رسیده. از شما بینندگان عزیز درخواست داریم که با ما در ارتباط باشید از طریق ایمیل هایی که در تلویزیون آزاد ما زیر نویس شده و نظر حتما به اون باز کنیم. اگر تمایل دارید که در برنامه های ما شرکت کنیم و دیدگاهاتون رو بگیم، ما با جان دل پذیرای شما هست. خیلی سپاسگزارم که صبوری کردید و تا این لحظه برنامه ما رو مشاهده و همراهی کردید.
از شما مهمانان گرامی هم خیلی سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود. بدرود، باز سپاس.